توماج صالحی خواننده رپ در خیابان رجزخوانی کرده بود. الان سوراخ‌موش ارزونه. در فضای مجازی کوری خوانده بود. بیچارتون میکنیم، دلتون نمیکنیم که این فیلم‌ها رو بازی نکنید برای ما. و برای نیروهای امنیتی خط و نشان کشیده بود. نمیتونید ما رو دستگیر کنید، فرار کنید. اینو دوستانه نمیگم، فرار کنید. اینو دوستانه نمیگم. اما در حال فرار از مرزهای غربی کشور بود که دستگیر شد. بلافاصله توییتر صفحه او را مسدود کرد تا ارتباط او با لیدرهای خارج از کشور شناسایی نشود. اما اینجا در تلفن او خطه ای کاملا عیان بود. تمرکز روی حمله باشه، لوکیشن نمیدی توی فراخوان. از این دست چهره ها که به واسطه شهرت دنبال کننده های بسیاری دارند، اما هدایت خود و صفحهشان را به افراد دیگر می سپارند، مثل مهناز افشار که صفحهش را به مؤسسه توانا اجاره داد. پس از مشورت با دوستان معتمد، از امروز در استوری اینستاگرامم مطالب توانا منتشر خواهد شد. توانا که مریم معمار صادقی مدیر این مؤسسه از اعضای بهایی بوده و در سالهای اخیر در میان آمریکایی‌ها تلاش کرده جنگ با ایران را دنبال کند. تنها کمکی که میشه به شما برسونن از طریق جنگ. او اینجا در مجمع بهاییان سال 2015 علناً جنگ با سوریه را توجیه میکند. سوریه الان میبینیم که آدمایی هستن، یه گروهی هستن، من مطمئن نیستم کیان، ولی ساینای پلاکاردهای خیلی بزرگ درست میکنن به زبان انگلیسی، خیلی قشنگ. الان 3 ساله که دارن دعوت میکنن از دنیا که حمله بکنن به سوریه. جنگ میتونه کمک بکنه که به صلح سریعتر بهتر رسید. او بارها در مجامع بین المللی نیز درخواست تحریم مردم ایران را دنبال میکرد. فشاری که غرب گذاشت روی لهستان و کشورهای دیگه اروپای شرقی و به طور کلی کشورهای کمونیستی، الان جمهوری اسلامی باید زیر همون فشار بره. بودجه فعالیت‌های او از طریق آمریکا و برخی کشورها تأمین میشود. از وزارت امور خارجه آمریکا اولین بودجه این پروژه اومده، هنوزم از دولت آمریکا داره حمایت میشه، ولی این وسط بودجه های نسبتاً بزرگ از دولت هلند. مهناز افشار ذهن دنبال کننده های خود را به او سپرده. همینطور گلشیفته فراهانی که با این عکس فتوشاپ به دنبال نشان دادن چهره جعلی از ایران در جهان است، در فیلمی بازیگری کرد که تجزیه طلبی و شعارهای تجزیه طلبی در آن مطرح شده بود. بوشن بوشن بوازدی! بوشن بوشن بوازدی! هدایت از سوی جریانهای پشت پرده خارج از کشور و حمایت از اغتشاشگران خیابانهای ایران از سوی این چهره ها صدای بسیاری را بلند کرده. مهناز افشار صفحه خودش رو به مؤسسه توانا برای عادی سازی ریختن بمب تو خونه مردم اجاره داده. گلشیفته فرانی هم که عملاً یک عنصر تجزیه طلبه، چرا هیچ نهاد ایرانی نمیره از این جماعت شکایت کنه؟ آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.